پیام میسته که مثلا بذارن درس بخونه، مثلا یک روزی خانومشان مریض میشه، همونایی که نمیذارن الان دخترها بچه درس بخونن در افغانستان، خانوم خودشان مریض میشه، بعد وجدان خود او آقا قبول میکنه که خانوم میشه یک مرد معاینه کنه، یا فردا روز مثلا چیز حامله میشه یا زایمان چه زیر یک دست یک مرد بره زایمان کنه، وجدانش قبول میکنه ایره؟ نه خیر قبول نمیکنه. بر چی نمیذارن درس بخوانن مثلا دخترها به یک جایی برسن؟ تعلیم برای زنان و برای مردان هیچ تفاوتی در اسلام نیست. قرآن تفاوت قائل نشده، حدیث سنت قائل نشده، حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم برای زنان تفاوت قائل نشده، چون این مغزه که مرد دارن، سر که شما دارید همین سر زن داره، همین ظرفیت زن داره، زنان نمرهشون بازی بیشتره. فیزیک میخواد، شیمی میخواد بخونه، طب میخواد بخونه، مهندسی میخواد، مهندسی عمران میخواد بخونه، بخونه. و یعنی دانشم دانش از آنها فرا بگیرن، ولی با پوشش اسلامی اونجایی که مسلمانان توانایی دار با لباسه که شریعت او را قبول بکنه. شریعت لباس خاصی را تعریف نکرده، شریعت میگه پوشش، و پوشش باشه هر لباس همی پذیره که پوشش در او باشه، ولی علم شریعت من نکرد و شریعت علم آسان کنست. ایک که میگه زنه شوهر تعویل بده، خودش شوهر تعلیم نداره، و همه ما ملاها زنهای ما را تعلیم ندادیم، کوتاهی کردیم، و چه برسید که به دکاندار و کاسب و بار نزا، زنها خودشون باید برند علم کسب کنن، فکر برای خودشون بردارن. هیچ نسی توی نصوص تقسیم بندی نکرده بین زن و مرد که این علم این یاد بگیره و زن یاد نگیره. نه توی مسائل فقهی هست، نه توی مسائل شرعی هست، نه کم نه زیاد، نه افراد بکنیم، نه تفرید باشه، ظرفیت این. ما در شرایط امروزی زندگی میکنیم. باور به خدا بکنی که یک نفر تکمه عسکری را جور کرد در افغانستان، تکمه عسکری را زارشا برد 20 سال زندانش کرد. ما دیدیم که نفر تفنگه جور کرد رفت همه تو گم شد. ما نفر دیدیم که کلاشنکوف جور کرد، رقمی کلاشنکوف خوش آدمی آهنگری که نیست، داهنگری کلاشنکوف جور کرد، همون رو بردم تو گم کرد. خورترین دولت پسمانده در دنیا در مسد آسیا ما هستیم. این حال ما را این مردم نمیخواه، نه مکتب ما را میخواه. ما وقتی که مکتب خواندیم دخترها خواند، متوجه شدی؟ یه تو دانشمند از دختر میبره که دنیا را مثلی انگلیس شایش های انگلیس زن هست یا نه؟ درست؟ چیگل خانمی چیگل در ترکیه زن بود یا نبود؟ در دنیا بسیار زنها کارهایی را کردن که قهرمانی ها تیر کردن. اینا میخواین که از زن قهرمان باید نبرایه. از افغانستان من برات بگم که اولین کسی که در کره ماتاب رفته در کیان افغانی بوده. و نوری صاحب، امروز اگر ما صفحه فیسبوک بالا میکنیم، تیک تاک بالا میکنیم، یک بار میبینیم شد وال پنتون و همه را بسته کرده و خوارای ما هشت میریزه، آیا نوری صاحبی بسیار مرا رنج میده؟ به خدا بسیار رنج تنها شما را نیه، همه این را رنج میده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام هموطنان عزیز، در هر گوشه از کنار دنیا که هستین جور و سلامت سرحال باشین و سلام های ما را پذیرا شوین. سلام های مرا، سلام های شادمان صاحب شما هم پذیرا شوین. و فعلا ما در ولس هستیم، در ولس، در جایی که فکر میکنید در پیش شاد شمشیری ولی صاحب همه تا کفترا داره و هیچ هم مکمیه هم یکان بار به فکر شاد شمشیری هم افتم و بسیار جای خوب است. و در این شب و روز تمام تیک تاک، فیسبوک، هر طرف که سر میزنی فقط عشق از چشمای مادرها و خواهرای عزیز ما روان است. با بند شدن دانشگاه همه مردم جگرخون هستند، بخصوص خواهرای ما، برادرای ما، پدرای ما، ای که مکتب، پوانتون و کار به خاطر خواهرای ما همش بسته شده.
و چند روز ما واقعا خوش شدیم ای که در خبرها شنیدیم و همه سر تا سری در تیک تاک ها انداختن که همه خواهرای ما میتونن که برن در امتحان اشتراک کنن و امتحان بدن و واقعا که خواهرای ما رفتن به دروازه مکتب به طرفشان باز شد و به امتحان دادن هر کدامشان خوش و خندان بودن. واقعا که خیلی خوش شدیم که شکر خدا دروازه مکتب پانتون بر روی خواهرای ما باز شد. خیلی خوشحال بودیم. ما پیش خود فکر کردم که خواهرای ما 4.5 ماه درس نخواندن، دروازه مکتب بسته بود. بعد از 4.5 ماه بعد چطور میتونن برن در مکاتب سرورق امتحان بشینن و امتحان بتن به ای که درس نخوندن در 4.5 ماه؟ آیا چی سوال های آمد در ذهن ما؟ بسیار گپا میگشت و بعضی وقتا من فکر میکردم که ای که اعلان کرده حتما زیر کاسه نیم کاسه است، کدام گپ دیگه خواهد شد؟ باز میگفتم نه آقا بدر، بیا که همی چانس شد و آمد که خواهرای ما درس بخوانن، بیا میره. باز هم رفتن بیچارا به ای که 4.5 ماه درس هم نخوانده بودن، به بسیار مشکلات رفتن امتحانا را سپری کردن. چقدر خوشحال بودن هر کدامشان و مصاحبه میکردن با یوتیوبرا که شکر خدا اومدیم امتحان خدا دادیم. تا حتی یک خواهر ما که عروسیش بود، همیم شب عروسیش بود و از خوشحالی از ای که امتحان میده آمده بود امتحان میداد، ما در خبرها او را شنیدم، خیلی خوشحال شدم. یک خواهر ما که امشب شب عروسیش میباشه و با صد شوق و علاقه میایه ای که امتحان بده به سال آیندیش، و او خواهر ما او لحظه گفت ما خیلی احساس دارم به ای که امشب شب عروسیم است و ای که خبر شدم که امتحان میدیم، ما آمدم به امتحان خود اشتراک کردم. و یک چند روز از خوشحالی ما نگذشته بود که دوباره شنیدیم ای که دیگه خواهرای ما در دانشگاه و در پانتون و در مکتب دیگه رفتن میتونه و دروازه کاروبار به خواهرای ما بسته شد. واقعا که آدم رنج میبره. خواهرای ما، مادرای ما از درس دور هستن و ای که مکتبا از صنف 6 به بالا بسته شد، صنف های 7 8 9 10 11 و 12 بسته شد. دلیل فقر بیچارگی بود که بیش از 50,000 معلمی که خواهرای ما معلمی میکردن بیکار شدن، در معارف دیگه معلمی نکردن، به فقر و بیچارگی رو آورد. و امروز در هر پیش نانبایی که در کابل میری 200-300 نفر منتظر ازی است. اگر کسی میاد 10 دانه نان میخره، ایله به 10 نفرش برسه چورکان میشه. و گزارشگرهایی که از خارج میاین میگردن 10 تا طفل پشت از وا است، اگر یک صدر پدس خود میره. واقعا همش درد است، رنج است، غم است. با ای که در فقر و بیچارگی زندگی میکنیم و ای که هر روز یک گل نو مشکفه و ای که پوانتونا برای خواهرای ما بسته شد و دیگه نموندشان که داخل خواهرای ما که نرسنگ میخواندن دیگه اجازه برشان در امتحان دادن نشد، بسیار مشکل است. بله فهمه چی میگم؟ اگر او خواهر ما اگر درس نخوانه، طفل از اون طفل خودش تو درس بده و یک وطن با دکتر، با انجینر، با معلم، با هر چیز به خانما ذره داره. و امروز پرواز ها به سوی خواهرای عزیز ما بسته شده و ما هم از تمام هموطنان عزیز خود میخواهیم و از حکومت امارات اسلامی میخواهیم هر چی زودتر دروازه مکاتب و پوانتونا را به روی خواهرای عزیز ما باز کنند. و به می دلیل ما هم امروز برنامه داریم، مصاحبه داریم با خواهرای ما، با برادرایی که هستن و چی گفتنی دارن. تا باخر شما هم برنامه ما را دنبال کنین. یک دنیا تشکر از شما که برنامه ما را تماشا میکنین، میبینین. پروردگار از شما راضی باشه و با امید از اینکه یک روز صلح و سرتاسری در افغانستان عزیز ما باشه، دور از جهل نادانی باشیم و همگی به طرف ترقی پیش بریم ان شاء الله. و دوست عزیز، ما در کنار خود یکی از قماندان صاحبای سابق داره، محمدی صاحب. سلام برسه. وعلیکم السلام. خوب هستین؟ بخیر. صحت شما خوب است؟ خوب هستین. تشکر. بخیر، سلامت باشی. هموطنان ما در سر تا سر دنیا خودت را میبینم، میدانی یک سلام علیک داشته باشی. اولا اینکه ما بسم الله الرحمن الرحیم
در تمام این برادرهایی که در افغانستان هستن، سر تا سر دنیا امروز چی شدن، مجبوریت و مهاجرت هست، دردش میکشن. دیگه ما از اونا سب تسلیت میگیم، به خاطر تسلیت دقیق میگیم، دیگه از کار ما نیستن. ما را مردم های وطن فروش و خاک فروش و مملکت ما را سب به نیمی اولاد رساندن، نصف ما در دریا هینام غرق شدیم، تمام ما سب در تماما بی غیرت شدیم، بی ناموش شدیم، مردم با غیرت بودیم، مردم با همت بودیم. ما انگلیس ها را از خاک خود کشیدیم، در زمانی که انگلیس ها را کشیدیم به نام اندوکوش نام ماندیم. کل اندوکوش به خاطر چی بود که ما مرکز گرفتیم، صاحب شدیم. از پیش اندوا اندوا برآمدن در کوها، در زبان ها خونه خوردن و همتون کشته شدن. ما کوهای اندوکوش داریم. بعد کوهای اندوکوش به مخاطر نامش است که انگلیس هم اونجا دوانده و کسی. اینطور است که ما از کابل که انگلیس ها دواندیم، اینا برآمدن از سر پغمان گرفته همیتو شروع، اینا خواستن که خود به طرف پاکستان رو تماما بکشد. در رای چترار امی کو تماما اون دوها در اوجه سیب چی شدن، از بین رفتن. باز ما کوهای اندوکوش نماندیم، اون دوها را اینا کشیدیم از خاک خود، اوجه که برآمدن با کوها نسبتی کشته شد و نسبتی اینا برآمدن. به خاطر ازی باز ما کوها را اندوکوش نماندیم. یکی ما باز دویم جنگ کردیم به همراه که انگلیس ها ساشزا در افغانستان که انگلیس ها را آوردن که بابه ما در او جنگ اشتراک کرده گیست. باز آمد امان الله از طریق انگلیس ها آمده بود، تربیه از طریق انگلیس ها شده بودن. اینا که به خاک افغانستان مداخله کردن، اولین کسی که بود با عالم ها یه قبول نکرد که عالم ها را از بین بردن، مسجد ها را سیب کلش سیب چه کار کردن، مسجد ها را گوا را ایر کردن سیب، ایرشقه و حلف میگفتیم ما سیب درو کردن سیب، گفت پرسون در مسجد گوا بخورن، مسجد ها را بسته کرد. این کار را کی کرد؟ امان الله. بعد از این امان الله این کار را که شروع کرد و بعد از این سیب دختر ها را برادر دو وقت از لباس ها از خارج نمی آمد. لباس ها از خارج نمی آمد. اوجا امو تماما خیاطا را هم رکد که شما چیای تنبانای برادر دخترایی که در مکتب میره به ایجا برسانه و پیرن کوتا دا ایجا باشه تا ایجا آستنا لج باشه. زمان امان الله شروع شد، از زمان امان الله خان شروع شد. شروع شد کازد. بعد از او سه برادر مجاهدین آمد اشغال کرد، بعد گرفتن حکومت، گرفتن حکومت ربانی بود. بعد از او چی کار کرد؟ امریکا و برادر صاحب مردم منافقا یکی شدن، برامیدی نکشیدن، کرزه یاردن. این یه میگه با آمد امان الله چی کار کردن؟ امان الله در کارهای خود پیش بردن که مثلا صاحب یک دم چی کردن؟ به اصطلاح صاحب مسجد ها را بسته کرد. یک قاضی بود، قاضی ها بودن صاحب که ما او را خود خوب سهی نمیه، پدرم قصه میکرد نوشته کرده به کتاب، ما کتابش از من جنیزم کتاب را یک برادرم صاحب یک قیمت بالا فروختن، او کتاب پیش ما بود که امو بابه مرزامت خان با او سرزمین اشتراک کرده بود در جنگ. کل گیجره او سواد داشت، سواد در وقت که سواد کسی نداشت، در یک ولسوالی مثلا یک نفر سواد داشت، یک خطی از یک جای می آمد خط می بردن در ولسوالی می خواندن. اینقدر مردم بی سواد بود، اینقدر مردم بی سواد بود که خط می بردن در ولسوالی پیش یک نفر می خواندن، می رفتن در ولسوال که ولسوال بود یک خط یاد داشت، از قیره و قشلاق مردم دست پا سوار می شدن، یا خط از یک جای می آمد، این خط گرفته می رفتن در ولسوالی می خواندن. دقیق است. چی باده باز این مردم به خواندن رجوع کردن؟ ما براتون میگم، باز بعد از اینکه این مردم از بی‌سوادی به این اندازه سیب با چی کار کرد؟ امان الله گفت که مثلا سیب این مردم به این اندازه بی‌سواد مانده است، شما مکتب شروع کنید، مجلس ها را بسته کنید، از مکتب کار بگیرید، از مکتب کار بگیرین. کار که شروع کردن در کار از اینا، یک دم ملت افغانستان ملت اسلام هستن، فیصدی فیصد اسلام هستن، درست مردم با عقیده هستن، اگر سواد هم که نداشتن ملاها مولایا چی داشتن بعد بجه ها. بعد اینا چی کار کردن؟ اینا سه مقابل ازی قیام کردن. یواش یواش اول خو کار خود بسیار نرم پیش برد، بعد از اون دیگه این شروع کرد در مسجد و در دین اسلام شروع کرد. متوجه شدی؟ باز اینجا که مردم قرآن گرفته در پیش ازی بردو که قرآن سه بلغت زد سیده کرد گسی چیست که شما ایره میخوانید یک چیزای سابقه را پیش منه بیاری. یه قرآن هم سه تعدید کرد، قرآن دیگه در میدان نماندن، مسلمان ها را سه کل گره تعدید کردن. باز چی کار کردن سه؟
مردم قیام کرد. قبل حبیب الله سقاط بسیار یک عالم کلام بود، خادم دین رسول الله، خادم دین رسول الله. بازو پیسه چاپ همی که رفتن سیب ای امان الله گریخ به کالای زنانه مثل همی ایکی وری گریخ، اشرف غنی وری گریخ به کالای زنانه، دیدن که ملت مسلمان هستن. امان الله خانم مثل اشرف غنی گریخ، اشرف گریخ، من برات میگم مالی. خب ای دیدن که کابل محاصره شد، از بین میریم. اینا گفتن که مجاهدین در کالای زنا را گپ نمیزنن. اینا در وقت یک موتر را پیدا کردن سیبو، اینا کالای زنانه را پوشید. قمان الله اینا فرار کردن، رفتن در غزنی. از همین رای چی رفتن؟ این را تلاشی نکردن، اگر این راه بند بودن خاطر زنانه ای. اینا بر آمدن سیب طرف چی؟ همین طرف غزنی. از همین رای چی رفتن؟ در غزنی که رفتن، غزنی مردم اینا را قبول نکرد. متوجه شدی؟ در غزنی ننگ کرد به برادران پشتون که برادر سه بخیزین که این مردم آمدن و ما را حمله کردن و گرفتن مملکت ها، گفتن ایجا این مردم چی قبول نکرد؟ غزنی قبول نکرد. گریزی را هیچ کس قبول نمیکنه، کی قبول میکنه؟ وقتی که دوباره ای گریز کرد رفت قندهار، در قندهار رفت، از غزنی در قندهار رفت. در قندهار که رفت، قندهار میگه پا قبول نکرد. قندهار هم که قبول نکرد، چرا که بدینی از این در قندهار هم معلوم بود، در تمام جای معلوم بود. بازی چی کار کرد؟ در او سر وقت انگلیس ها را گفت از پاکستان آمدن، این را ورداشتن بردن. این را بردن سیب، بازی رفت در ایتالیا. در این دو سه روز میبینی که مکتب دخترها را طالبا بسته کردن، تا حتی پنتونا را، تا حتی کسایی که درس میخواندن در دکتری، نرسنگ و خیلی غوغا بپا کرده. آیا نظر چی است که نسل آینده بی سواد خات موندگه؟ خب مکتب بسته، دانشگاه بسته، تویانه قد شد، چی نظر داری در این باره؟ نظری همی ما همیسته که همو سر وقتی هم که سیب اینا میگه که در افغانستان آله تمام دست تمام دنیا شده، اول دویومش در یک خانه یک آدم یک کلاشنکوف و سلاح داشته باشه، اوجا قدرتی رفتن نداره. میگه من دوز هستم، میرم، مرا میزنه. امروز افغانستان نه سلاحی داره، نه ملتی داره. متوجه شدید؟ ملت همه فروخته شده، گیچ در کم بیل رفته، گیچ مسلمان هایی که در اینجا هستن اونا قدرت و قوا ندارن. اینا آله دست دنیا شده. دنیا میفهمه که چی چیزی که نمیتونه، افغانستان چیزی که نمیتونه، نه حتومی داره، نه سلاح زرهی داره، نه کدام سلاحی داره. اینا زیر دست ماست. به این خاطر امریکا میخواه که این مردم به ما قمرهای گذشته نگاه کنه. اینا سواد نداشته باشه، اینا اشیار نشون، مغزشان کار نکنه که چرا آله دست ما وقتی که اینا مکتب خواندن، اینا دانش پیدا کردن، اینا برای ما میخیزه، اینا سلاح جور میکنن، اینا مهمات جور میکنن، مثل ایران اونی به ما یک چی جور میشه؟ یک دردسر جور میشه. دنیا میفهمه ایره. دقیق است، مثل یک موتر افغان ما جور که در دنیا غوغا. بله، ما برات میگم، مردم میگه که کی؟ از امینا، ما حکومت ما ظاهرشاه 50 سال پاجایی کرد قطی پدرش. فکرت هست؟ ما همی سوا طالب دارش دوباره میاییم. مثال همی همشا بابا که ما و شما میگیم 60 سال قبچهشان حکومت کرد، 60 سال گذشته هزو که دیگه خرد و بزرگش میگه. مثلا مردم نجیب میگه، خداوند یک ببخشد داوود خانه شفاخانهش ما سالنگ سراخ کرد، ریزه ما قریگ و سنگ میبردیم، سب روا را مینداختیم. خب وقتی که کسی بابا میگیم، بیا یک شرکت شبری ما نشان بده، چی جور کرد؟ کدام موتر جور کرد؟ سلاح جور کرد؟ باور به خدا بکنه که یک نفر تکمه عسکری را جور کرد در افغانستان، تکمه عسکری را ظاهرشاه برد 20 سال زندانش کرد، 20 سال زندان کرد. تو چرا جور میکنی؟ ما دیدیم که نفر تفنگه جور کرد رفت همون تو گم شد. ما نفر دیدیم که کلاشنکوف جور کرد، رقمی کلاشنکوف خوش آدمی آهنگری که نیست، داهنگری کلاشنکوف جور کرد، همون رو برد همون تو گم کرد. این حالی ما سلاح نداریم، مهمات نداریم، فقط خورترین دولت پسمانده در دنیا در مسجد در آسیا ما هستیم. این حال ما را این مردم نمیخواه، نه مکتب ما را میخواه. ما وقتی که مکتب خواندیم دخترها خواند، متوجه شدی؟ یه تو دانشمند از دختر میبره که دنیا را مثلی انگلیس
شایش های انگلیس زن هست یا نه؟ دست درست؟ چیگل خانمی چیگل در ترکیه زن بود یا نبود؟ بود. در دنیا بسیار زن ها کارهایی را کردن که قهرمانی ها تیر کردن. اینا میخواین که از زن قهرمان باید نبرایه. درست؟ یک مسئله دویم مکتبایی هم که بسته شده اینا با پیسه و تمام خیلوات از اینا سب به خاطر مکتب از افغانستان ملت دانش پیدا نکنه. اگر دانش پیدا کردگی دیده انگلیس رفته در کانادا میبره اینه متوجه شدید افغانستان در کانادا میبره. از افغانستان من برات بگم که اولین کسی که در کره ماتاب رفته در کیان افغانی بوده، یکیش از مصر بوده، عبدالواحد نام داشت، لوگر افغانستان بوده در امریکا ماشاءالله. درست؟ و کسی دیگه از مصر بوده نامش از فکر فراموش شده. درست؟ یکی از ایران بوده. همین سه نفر کیهان از هوا دا آسمان بردن. اولین کسی در دنیا اینمی سه مملکت نفرش بردن. دقیق این حالی امریکا فکر میکنه که همه تو مردم در افغانستان میبرایه، فردا یک دردسر میشه ایران وری بری من، همه چیز پیدا میکنه. او طرف آسیا هم از ما، انگلیس هم چی به سلاس و روس هم ایگه پا سرش تأثیر داره و سر چین هم تأثیر داره، سر پاکستان هم تأثیر داره و سر امریکا هم. به این خاطر ما را مکتب ما بانه ای است. وقتی که رفتن در دوبه دو شیشتن مذاکره کردن، تمامی مذاکره را اوج امریکا فیصله کرد، اشرف غنی گفت حکومت ایلاک و قدرتمند طالباست، متوجه شدی؟ نفوسی افغانستان فکر کرد که امریکا کلگیش از کی است؟ از طالب است. از این طالب است اشرف غنی گفت تو خوب نفوس نداری. درست؟ گفت ایلاک و برای ایسه به این مسئله از اوج برآمد، در طالب ها خودشان تسلیم کرد. ما 3000 عسکر و دیگه و دیگه و ما چی شد؟ خودی از اینا خودی قمانده امریکا بود. امریکا ما میبرایم تو به این تسلیم کن. این حالی امریکا بخواه که سری هم یک گب بزنه به فشار بگه که دخترها را به مکتب بان امی سات میمانه. و دویم مسئله که دخترها را در میدان میگیره متوجه شید به خاطر مکتب و شانس تماما امی فشار امریکاست. این کاری انگلیس و امریکاست. اروس چین اینا سیل هستن که قدرتمند کی میشه. با میجا گرفتیم که فقط نمیخواین که افغانستان پیشرفت کنه، همه تو مثل 40 سال پیش 50 سال پیش بی سواد بانن. بله. و اگر افغانستان درس بخونه بهترین نابغا میبرایه و امریکا میفهمه که افغان کسی است که از کلش کار گرفت. باز بعد از او دیگه در کره ماتاب اولین کسی که بود قتل همین سه مملکت. دقیق است. بسیار زیاد تشکر از خودت. به خاطر از اینکه بسیار به خاطر از این ما را نه قدرتمند شدن ما را عروس میخواه، عروس هم نمیخواه، امریکا هم نمیخواه، انگلیس هم نمیخواه. چرا که ما در جان امتحان دادیم. ما فلسطین وری نیستیم. فلسطین امروز 70 سال شده که زیر اثر از ما مردم اصلا چیزی کرده نمیتونه. ما انگلیس را کشیدیم، به اصطلاح هندوستان را کشیدیم، 12 سال این دوام آمده بوده سید دی مملکت، متوجه شدیم قدرتمند. دیگه اروس را کشیدیم، امریکا را کشیدیم. اینا دنیا ما را نمیخواه. دنیا نمیخواه که اینا اگر سلاح قدرتمند به دست از اینا شوه تمام دنیا را فتح میکنه. دقیق است. بسیار زیاد تشکر آیسه. خیر باشی. سلام. فهیم اخبار شما خوب است انشاءالله. صحت شما خوب است. جانتان جور است. خوب هست انشاءالله. سلامت باشی. زنده باشی. چطور از کاروبار؟ خدا را شکر خوب است. مگذرانه. سلامت باشی. زنده باشی. باز چند دانه شاگردا دارید ایجه؟ شاگرده ما فعلا نیسته، شاگرده ما رفتن. یکم اینجا مشکلات شد در اولو سیرم بگم دیتا. مشکلات شد، دکانه رو بسته کردن بخاطر که وضعیت اولوس خراب شد دیگه. از امون خاطر دیگه شاگرده همه گیره. شاگرده هم رفتن، کار نیسته، کار بار نیستش. دقیق است. و نه و چطور ما که تیر شدیم اما تو 7 سرده جگرخون شیشته بودی؟ هیچ، همین تیک تاک ها رو مثلا میکنم، خیلی جگرم خون میشه. زنهای افغانستان رو میبینم، طفلها رو میبینم بیگناه کشته میشن در تیک تاک ها اینا، خیلی جگرم خون میشه. یا مکتب ها رو انفجار میکنن یا انتحاری میکنن در مکتب ها، خیلی جگرم خون میشه. و این که در 2-3 روز واقعیت که تیک تاک، فیسبوک، هر چیزی رو بالا میبری، خواهرای ما را از مکتب و حسب و هنتون منع کردن، دیگه نمیتونن پنتون برن، مکتب برن. صدر رسا هستن که همونجا در افغانستان تا
طرز فکرشان نمیدونم چجوری هستن که زنها رو نمیذارن مکتب برن درس بخوانن یا پیشرفت کنن، چرا نمیذارن همچی کاری میکنن؟ خودشان زنهایشان مریض نمیشه، مثلا اونا زنها رو که نمیذاره درس بخوانی، درس بخوانی بعد زن خودش که مریض بشه ببره جای یک آقا او رو چیز تداوی کنه او رو نمیشه. حالا مکتبها رو سر دخترها من کردن، هر روز خرابی بیشتر میشه در افغانستان، نمیدانم این طرز فکرشان از کجا آمده. دقیق است. و مثلا خودتان فهیمه خواهر اگر مریض میشین پیش دکتر مرد میرین یا زن؟ نه ما همینجا در ترکیه هستم، من دوست ندارم جای مردا برم، میرم جای خانما میرم اینجا. دقیق است. و ای که خواهرای ما حشق میرسن، ای که مکتب دانشگاه برایشان بسته میشه، خودت چی اسم میکنی در اینجا؟ من چی بگم، حس غم‌انگیزی دارم که همچی بلای سر افغانای ما خانمای افغانستان در میارن، همچی کارایی میکنن تا سرشان اینطور خوبیت نداره، مثلا نمیذارن درس بخونی، اونا چی گناه دارن که در افغانستان هستن؟ و من میفهم فهیمه خواهر دلت بسیار درد کرده، همیال گلونت بخت میتنه و به مثل فهیمه خواهر ما به هزاران خواهر ما مادر ما دمی فکر هستن، دمی خیال هستن که چطور خواهرای ما مادرای ما از همه چیز محروم شدن، حجاب و چادری هر چیز قبول کردن، ولی حالی که از درس و تعلیم پس میمانن این دیگه بسیار جای تاسف است. آره جای تاسف است برای کشور افغانستان که بخوانم چی کاری بکنن افغان رو، چه زنای افغان رو نذارن درس بخونه، نذارن پیشرفت کنن، وقتی درس نخونن نه پیشرفتی از افغانستان نه دقیق است. تا حتی همی عرایشگری رو که شما میکنین این درس خونده میشه؟ آه درس باید بخونی، اگه مثلا درسش نخونی که نمیتونی نه پیشرفت کنی نه کاری انجام بدی. و یا اگه مثلا افغانستان بود باید زنای افغان نذارن آرایشگاه، مثلا این شغل انتخاب نکنن، اگه الان در اون موقعیت همچی چیزی هم وجود داره نه؟ دقیق است. نمیذارم مثلا درس آرایشگری اینا بخونن، تا مکتب نمیذارم چه برسه آرایشگری بخونن. خب فهیمه خواهر به منیس یک جوان بگویم، پیام خودتان به کسایی که دانشگاه را و روی خواهرای ما بسته کردن چی است؟ پیام ایست که مثلا بذارن درس بخونه، مثلا یک روزی خانومشان مریض میشه، همونایی که نمیذارن الان دخترها بچه ها درس بخونن در افغانستان، خانوم خودشان مریض میشه، بعد وجدان خود او آقا قبول میکنه که خانومش یک مرد معاینه کنه، یا فردا روز مثلا چیز حامله میشه یا زایمان چه زیر یک دست یک مرد بره زایمان کنه، وجدانش قبول میکنه ایره؟ نه خیر قبول نمیکنن. بر چی نمیذارن درس بخونن مثلا دخترها به یک جایی برسن؟ دقیق است ولی خواهر، دقیق است. فهیمه خواهر یک دنیا تشکر از خودت، بخیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی، انشاءالله در کار بارتان برکت باشه. و دوست عزیز پروردگار یک لطف خدا کنه و من به من نیست یک جوان، یک جوانی که ما در همو خاک به دنیا آمدیم و هرگز وطن خود فراموش کردن میتونیم، ما خون ما رگ ما با افغانستان است، هر کشوری که بریم وطن ماست و دل آدم درد میکنه. و پیام ما به تمام دولت مردایی که امروز در افغانستان هستن این است که همه قزل بس است بالای خواهرای ما، بالای مادرای ما، و با امید از این که به زودترین فرصت همه پوانتونا و مکاتب کورسا بروی خواهرای عزیز ما باز شوه و تا بتانن خدمت به هموطنان عزیز ما کنن، شما هم تا آخر برنامه ما را دنبال کنید. و دوستای عزیز ما فعلا در امی پساج اولوس هستیم در انقره و در اولوس یک افغان عزیز ما که کار تکت تیاره را میکنه و در همین جا افغان ما باز است، نظام الدین برادر ما، و ما میخواییم که بریم چند لحظه با نظام الدین برادر ما
حتما صحبت می داشته باشیم و شما هم تا آخر برنامه ما را دنبال کنید. نوری صاحب سلام برسه. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ صحت شما خوب است؟ خیال داری؟ بخیر هستی؟ صحت شما خوب است؟ سلامت باشی. تشکر. نوری صاحب سلامت باشی. هموطنان عزیز ما در سر تا سر دنیا خودت میبینن، میتونی یک سلام علیک داشته باشی. سلام و احترامات برای همه هموطنان عزیز، چی در داخل کشور باشه چی از بیرون کشور. امید که همشون صحت و سلامت بوده باشه. بخیر باشی. سلامت باشی نوری صاحب. و دولوس ماشاءالله خودت باز از دفتر بشه. خیلی الحمدلله. کاروبار شکر از بخیر میشه. شکر از میکرم. یه چیزی که رضای پروردگار باشه دیگه. دقیقا. همی که گفتی اگام تا جان ما جور است، دست ما جور است، جانجوری بالاتر از هر چیز است. بالاتر از هر چیز. ما یک شک نیمت بزرگ است جانجوری. جان که جور نباشه باز دیگه. دقیقا است درست. واقعیت مثلا بعضی وقتا که ما دیگه خود قدر نمیگردم، مثلا در افغانستان بود در شفاخانه میرفتی فکر میکردی که تمام افغانستان مریض است. وقتی اگر در بازار میرفتی میگفتی که تمام مردم بازار برآمده. همین چیز برای خود من تجربه شد. من یک مدت مریض بودم، بعد از او عملیات شدم. در حقیقت در شفاخانه میرفتم، من تکلیفی که من داشتم میگفتم همه گی مریض است. دقیقی بیرون باشیم نمیفهمم. ما در شفاخانه که مراجعه میکنیم، من در شهرستان از عملیات شدم. تقریبا یک سال شده عملیات شدم، از نهای سر عملیات شدم. اونجا که میرفتم میگفتم همه گی مریض است، همه گی بهم درد گرفتار است. باز دلپوری میدادم به خودم، میگفتم یک تو نیستی. یکی در حقیقت تو یکی در شفاخانه مراجعه نکنیم، در بیرون کسی نمیفهمم. دقیق است. و خداوند همه گی را از مریض های گناهگان، همه مسلمان ها را در قطار شما را انشاءالله شفای عاجل و کامل نصیب بکنه. آمین. بخیر باشید. نوری صاحب شما باور کنه که اگر و نوری صاحب امروز اگر ما صفحه فیسبوک بالا میکنیم، تیک تاک بالا میکنیم، یک بار میبینیم که سالنگ آتش گرفته، چه قم وطنهای مادر یا جانهای شیرین خود از دست دادن و ای که تا حتی یک بار مکتب برای خواهرای ما بسته شد، گفت نمیتونن دیگه صنفای از هفت و بالا، شش و بالا بخوانن. خوب بر صورتش بعد چند وقتی بود که گفت که نمیتونن دیگه مکتب برن، او خلاص شد و آل پنتون و همه را بسته کرده و خواهرای ما هشت میریزن. آیا نوری سایی بسیار مرارن با خدا بسیار تنها شما را نه همه ایره را نمید. ما همه ای فعلا ناامید هستیم تقصیبا. فقط امید از الله داریم. حکومت فعلا که در افغانستان هست و اونا را کسی به رسمیت نشناختن، از نام دین استفاده میکنن اما عملی نمیکنن. دقیق است. بخاطر اینکه در هیچ جای قرآن و یا حدیث شاید نیامده باشم، من عالم نیستم، یک سال مسجد و مدرسه خواندم بس خلاص دیگه، که برای زنها بند باشه. و دیگه نمکالا حدیثی را من شنیدم، یک حدیث شنیدگی دارم، طلب العلم فریضت علی کل مسلم، مسلم حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم است، طلب علم برای زن و مرد فرض است. اما طلب علم دینی و تا این بخش های انجینری و تکنولوژی و اینا رو ما میخوانیم فرض کفایی است. طلب علم دینی برای زن و مرد فرض است و این هم فرض کفایی است. این هم باز فرض است. دیگه اینا از نام دین استفاده میکنن فقط ظلم و جفا. دیگه گفت نیست. پانتونا رو بستن خبا نخو مکتبا بسته شده بود. دیگه تقریبا دو روز سه روز شد در فیسبوک ها و در تیک تاک و در سوسیال میدیاد همه چیز برام بودن. پنتونا بسته کردم، خواهرهای ما بریان میکنم، همچنان مادرهای ما بریان میکنم. از صنف اول تا صنف دوازده سال زحمت کشیدن، درس خواندن، در کورس پیسه دادن، در مکتب پیسه دادن، کرایه موتر اینا. دوازده سال عمرشون اینا سپری کردم با امید یعنی که بیان در دانشگاه درس خواهن. اعتدادی که در دانشگاه تقریبا البته یک سال دو سال اونا درس خواهن. به هر صورت امروز دانشگاه برای ایشان بسته شد. این خودش یک جفای بسیار بزرگ. تقریبا است. و
نوری صاحب، اگر یک طفل فکر کو که درس میخونه در مکتب 2 ساعت، 3 ساعت، الا 4 ساعت، 5 ساعت در مکتب است و برای از این کار خانگی میده، پدر پشت روزی ما باید روزی پیدا کردن. دقیق است که روزی را پروردگار میتوانی آدم تلاش کنه. در اول اسباب باید تلاش کنیم، تلاش کنیم تا روزی بدست بیاریم. بسیار فیصدی کم پدرها باشه که مانده و زله بره و یک ساعت بچه خدا بگوی بیا تو امروز چی خوندی، و همون مادر اگر سواد نداشته باشه چطور می طفل خدا درس بده؟ خب این موضوع هم از مادر خود در حقیقت تقریبا 80% نقش در اولاد مادر داره و 20% یزیر پدر داره، به خاطر اینکه پدر به فرموده شما در بیرون از یک لقمانون حلال در خانهش پیدا کنه بیاره و تلاش بندگی خدا بکنه، رس خواه بامید. مادر 80% نقش داره. این نمی 30 سال قبل ما براتون یا 20 سال قبل ما میگیم که شخص نبوت مادر خود ما بی سواد بود و مکتب درست نخوندم، مدرسه را درست نخوندم، چون پدر ما بی سواد نداشت و مادر ما، و خاطر از اینکه نقش 80% مادر ما باشه که سایر ما کوشش کنه بچیم درس بخونه. ما مکتب می اومدم 5 ساعت یا 6 ساعت یا 4 ساعت درس می خوندم، برای ما وظیفه خانگی می داد، بعد از اون می رفتیم در خانه دیگه، چون مادر بیچاره سواد نداشت نمیفهمید، منم نمیگفت که خب بگی درس بخون، چون بیچاره نمیفهمه. و من میرفتم در خانه، کسی نبود که امروی من کاری بکنم بگی بچه درس بخون، برای وقتی خونه اگه داده یا نداده. اونو بود که دیگه نتونستیم مکتب درست بخونیم، باز هم خدا را هزار بار شکر میکشیم که حتی قبل تا سنف 12 بعد از هم یک سال دیگه هم پایانتون پیمان تخار حقوق خواندیم 4 سمستر دیگه، بعد از اون طرف ترکیه اومدیم. اینمی هم یک تلاش بندگی خودمان بود، چون از پدر مادرم امید نبود، سواد نداشتم، و از پدر مادرم به خاطر این تشکر میتونیم که چون از چغلشان دیقانی بود زراعتی گپا، از کار بارشان حد یقل ما را کشیدن، گفتن برو درس بخون، یه خداوند خیرشون بده و اجر پاداش برشون نصیب بده. تمام مادرها و پدرها، اینال مادرها که سواد نداشته باشن اولاده باز چی یاد بگیره؟ ولی بعد از این تقریبا 20 سال میشه، 30 سال میشه پانتون و دیگه بعد از دوران کرزه میگم اونو پانتون هم آزاد شد، قبل از هم خوب بود اما به این حد نبود، از خودشان در خارج درس میخوندن، از دیگرها را در رویشان مکتب بسته میکن. البته همین گپ تقریبا 3 سال پیش هم بود، ملت بیچاره بی سواد میموندن اما از خودشون در خارج درس میخوندن، از همین سیاسیون و از طالباش و از حکومت همگیش. اما ظلم سر کی بود؟ ظلم سر ملت بیچاره، سر غریب بیچاره، سر غریب بیچاره تبدیل میشه بس خلاص، و اونا هم اون رقم عقب موندن. در این 20 سال الحمدلله ما امیدوار شدیم که پانتون و مکتب دیگه در اول سوالی و در ولایت شروع تا اول سوالی ها را تا قریه ها را مکتب را، و این امیدوار بودیم که این نسل بعد یا طبعات نسل جوان دیگر چیز می برای تا فعلا بود. این حال این طالب ها که دیرم تانوس خونه را برسمت کسیش نشناخته، یه چکمت نشناخته، پس بر روی ما بستش و بسیار درد آور از بسیار این از خاطر با واقعیت من از دروف تقریبا شد که شنیدم، این خیلی زیاد رنگ میبره، بسیار زیاد. از ما خانم باسواد است، از پانتون فارغ شد از رشته بیولوژی، این الحمدلله اونمو را امید داریم که سبا ما خود بیرون هستم، اولادای ما دو تا دختر دارم، یکیش تقریبا 3 ساله شد، یکیش هم 6 ماه شده، در آینده این امینو باسواد میبراید. دقیقاً بخاطر اینکه حداقل اون مادرشون در خانه از درس خونده است، تحصیل کرده است، میفهمه تحصیل یعنی چی، درس یعنی چی، با اونو یاد میده. اگر عین شکل از من بی سواد میشد خب دیگر اولادم بی سواد میبرم. دقیق است. و از این خاطر من هم یک زن تحصیل کرده را انتخاب کردم که باید من زن بگیرم، زنم تحصیل کرده باشه، چون به خاطر آینده اولادای. دقیق است نوری صاحب. و یک مورد دیگه درباره می پانتون پرسون کردیم، امرم چند چیز نگفتن دارم. علم را اسلام فرض گردانیده عبارت از شناخت الله و سنت رسول الله مطابق قرآن و حدیث می باشد، اما سایر علم، سایر علم مانند دکتری، انجینری، دواسازی و غیره و غیره ها، اما پیشتر گفتم که فرض کفایی است. پس فرض است، پس اگر
خانم دکتر نباشم یک خانم دیگه دکتر نباشه، ما خانم ما برم پیش که برم پیش یک مرد ببرم خوردان قبول نمیکن، مجبور پیش یک قابل زن ببرم اگر ولادت باشه، اگر یک مریض دیگه باشه این بهتر است که پیش یک زن ببرم از اینکه پیش مرد ببرم. ما در جامعه امروز نیاز داریم، اگر انجینیری است، اگر دکتری است، به هر کلامش به زنان نیاز داریم. خاطر اینکه گفتم آقای شما خواهرتون خدای نخواسته مریض میشه، پیش مرد ببرین بهتر از اینکه پیش زن ببرین. آزادتر می باشد همونجا پیش زن از یک دکتر مرد که زن برش خوبتر است. از اون خاطر ما نیاز داریم به اینا، به هر کدامشان، چی انجینیر باشه، چی دکتر باشه و چی در دیگه بخشا باشه، به هر کدامش به خواهرای ما و مادرای ما نیاز داریم که باشه. اما متاسفانه اینا از نام علم استفاده میکنن، فقط سر غریب ظلم است. و اونایی که در افغانستان فعلا خودشان پهنتون رو برای مردم بسته کردن، از خودشان در خارج امروز در پهنتون هستن، در مکتب هستن، از پهنتون بالاتر تا چیز ماستری و دکترا رو میخوانن. فقط سر چهار تا غریب بیچاره ظلم بست خلاص. و پیام خودت به امارات اسلامی چیست؟ پایان و خواهش ما از امارات اسلامی همین است که باز کنم پانتون یا مکتب از صنف 6 را بند کرد، بعد از تا 12 را بند کرد، بعد از اون بالاخره آمدن تا دانشگاه. پایان و خواهش ما از امارات اسلامی همین است که برای خواهرای ما هر چی زودتر از مکتب شروع تا دانشگاه باید ماست شد. با عنوان یک مسلمان فرض ما همین است اگر میشنون. این که نمیشنون دیگه خداوند هدایت شما. آمین. و تقریبا 40 سال پیش همین مکتب هر چیز در روی مردم بسته شده بود. 40 سال پیش نمیفهمم بچم 33 سال سندم است. با از وقتی که خودشون آختم میبینم مکتب و پهنتون باز بود بره. دقیق است. و ما مصاحبه داشتیم با یکی از پدرهایی که پیشتر شنید مردم و ای گفت که هینمه تو یک حال بوده که همه یک درس باز ماندن و اون جوانی که از درس دور ماند او آدم عروسی کرد طفل از او به دنیا آمد. اینی 20 سال خودتان گفتی از دوره کرزایی که همه جای باز شد و هنوز هم مردم در از درس دور بودن، همه پشت کار و غریبی خودمون بودن. امروز اگر در ترکیه، پای تخت ترکیه انقره، ولس بسته شده، دشقاپی بسته شده از خاطر همو 4 تا بی سواد که سواد نداشتن، نمیفهمن که موقف ما در کجاست، با یکی دیگه در سر یکی دیگه میزنن، او پشتون میگه، او هزاره میگه، او تاجک میگه، او ایماقی میگه، یکی دیگه رو زدن میرن. و امیام از جهل نادانی ماست که امروز می اولست تمامش بسته شد. یک چیزی را در این مورد ما براتون اشاره میکنم. یک وقتی پیش رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یکی پیش صحابه اکرام ما یک کسی آمد گفت که بچه مرا ولد کرد، بعد از او یا بعد از اونا بودم یادم نمونده، بعد از او عرض کرد که بچه تو را به خاطر چی ولد کرد، بعد از او گفت که من پدرم در پشت مال روان کرد، هر وقت میگفت که من را همین دوتا گو جنگ میکنه کدام زوری کرد میبینی همونش را بزن که اینا جدا شد. بعد از یک روز در خانه پدر مادرم جنگ کرد، دیدم پدرم سر مادرم زور کرد و مادرم پدرم زدم و همچنان نامش هم پرسان کرد، نامش هم همونتی یک چیز بود، یا پیش صحابه بود، بعد صحابه. بعد از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و یکی از صحابه ما بود از پدرش گفت که بچه ملامت نیست، چون علم برش یاد نداده بود دنبار همین قرار یاد گرفته بود. امروز جوانای ما این شکل آمدن در ترکیه و چی در افغانستان موندن، اینا از دین هیچ خبر ندارن اقتداد جوان های. و اینجا ما آمدن مکتب شاید تا صنف 4 رفته باشن، اینا تا این حد گفتم که چی در اشاره بکنم براتون که حداقل همی حق و حقوق پدر یا برادر یا خیش یا اقوام خودش را بشناسن، هیچ وقت به این حد نمیرسن یا این را بفهمن که من از کجا آمدم و به خاطر چی کار پیدا شدم، به خاطر چی پیدا شدم و پس کجا برم. این همین هاست که مکتب بخونه اینا را یاد میگه.
مدرسه بخونه اینا رو یاد میگیره. از خاطر از این جوانای ما که کارو میکنه ما گله نداریم، اینا سواد ندارن، بنام سواد گفتن در سرشان نیست. اینا فقط نمول اندغری و کوچگردی و بدماشی رو یاد گرفتن. از سی آنی در جوانای ما امروز ما با عذاب است. چهار تا بچه که ما میاید و او هم شاید 100% 90% همه افغانای ما که اینجا میاین به خاطر یک لقمه نان حلال باید شاید آماده باشه. تعداد زیادی که امروز در شرکت ها هستن، در گوداری ها هستن، اینا چپلک میگه در بسیار ولایت هایشان تقریبا 90% افغانی های ما به خاطر یک لقمه نان حلال زحمت میکشن و 10% یا 5% لندگرایی که عین نمی پیشتر براتون اشاره کردم که نه درس محروم ماندن، چیزی را یاد نگرفتن، نه حقوق پدر را میشناسن، نه حقوق مادر را میشناسن، نه حقوق برادر را میشناسه، فقط هدفشان نمی لندغری و لوچکی نمی قرار یاد گرفتن، از این بالا چیزی را یاد نبرن. امروز به ضررش به جامعه هم میرسه و از شهر اونا ما مردم هم بینیم اینجا الحمدلله همه جواز داریم. ما کار بلیط هم میکنیم تا اینکه ترساب نداشته باشیم. ترساب عبارت از اما جواز شرکت گردشگری است. گردشگری و ایرانی گردشگری میگیم، ما سیاحت میگیم به فارسی خودمان. این جواز عبارت از عموم جواز است و این جواز ما نداشته باشیم بلیط گرفتن نمیتون. اگر این جواز ما نداشته باشیم یک بلیط ما را در میدان هوایی از همین شرکت های خانم گیر بکنه تقریبا یک وقتا 8000 لیر جریمه میکنه. آلی شاید از او بالاتر باشه. امسال تقریبا 2,10,000 لیر قیمت این همی جواز ترساب ماست. غیر از دیگر جواز های ما که ما از بلدی همون رخصت داریم، ویرگی رخصت شد، همچنان ویرگی دایره، آنا ویرگی دایره چیز مانسته، بلگه مانسته که اونجا هست، این همه همه چیزهای ما تکمیل هست. باز هم هر دفعه ما از شهر مردم به عذاب هستیم که حالی پولیس بیاره شاید دفتر ما را کار بکنه. همه جوازه را داریم، گرچه همینجا روز پولیس هم آمد و تقریبا 90% اونا هم حق داره است. اونا میگه که شما ما به این حد شما را آزاد گذاشتیم دیگه، شما از حدتون گذاشتیم. عین شاید اگر ما در افغانستان هم باشیم این کار را بکنیم اونجا ما را دولت نمیمونه. من در سرابی داشتم جواز نداشتم، یعنی می تقریبا یک ماه پیش هم میگم طالبان اومدم قفل کردم، گفتن که اختار دادم جواز بگیریم، مجبور شدیم که 20 لیر پدر بانک تحویل کنیم، یک شرکت اونجا 4 نماینده حق داره جواز بگیریم و اینجا ما این شکل است. اما تعداد دوستای ما که اسناد دارن عدیس اینی مردم لندقه رو لچک ببنده بود و اینا رو ما به خاطری ملامت نمیکنیم، اینا این رقم از دست محروم هم. بسیار زیاد تشکر از خودت نوریسه، به خیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی، خیلی خوش شده. همچنان بسیار زیاد تشکر نوریسه، به خیر باشی، سلامت باشی، زنده باشی، یک دنیا تشکر، پایزد باشی، انشاءالله کار و بارت برکت، سلامت باشی. من دوستانیم که در انقره هستن، در اولوس میان، تکت هرس کار داشته باشه، در منزل 5، شرکت سیاحتی آی خانم باز است و راحت بهم فکر کنه که شرکت خودتان. انشاءالله خیلی دیگه برنامه ما فعال میشه، عبارت از سالک توریزم که ویزه صحی هستن و او هم اقدام کردیم. شرایطش هم گرچه خیلی زور بود، برای ما گفته بودن که شرکت 4 نفر پرسنل ترک همزبان از یابانجی تیل برگه داشته باشه، دیپلوم یعنی تابعیت داشته باشه، 3 زبان از 3 زبان انگلیسی و از 1 زبان فارسی و عربی فرق نمیکنه. اونا رو هم شرایطش آماده کردیم. فعلا در این شرکت ما 4 نفر به عنوان ترجمان که از ما وزارت صحت عامه خواسته بود، برگه‌ای که براتون گفتم پیشتر عبارت از سوال توریسم است، در مراجعه کردیم، شرطشون همی بود. این الحمدلله فعلا 4 نفر و 1 نفر هم به خاطر ترسابمون که چیز اینجا سیگاکا نداشته باشد ترساب برمان آمده 5 نفر، امروی خودم 6 نفر پیدم در این شرکت سیگاکا داریم. انشاءالله این قریب اگر خاص خدا بود با ما اقدام کردیم، اگر بیاید در بخش ویزی صحی چی از افغانستان چی از اروپا و آسیا، انشاءالله در خدمت ترساب می باشیم. بایزد که کی میاید منتظر شما. سلامت باشیم. سلامت باشیم.